اگر این سوپرلیگ شروع به کار بکنه و پیش ببره بازی‌هاش رو، فکر می‌کنین چه تأثیری داشته باشه روی فوتبال جهان، به ویژه تیم‌های فوتبال و لیگ‌های محلی؟ اعلام راه اندازی سوپرلیگ با 6 باشگاه از انگلستان، 3 باشگاه از اسپانیا و 3 تا ایتالیا واقعا شوکه کننده بوده برای طرفداران، برای همه مردم، برای عموم مردم، عموم طرفداران فوتبال در تمام جهان، چون فوتبال بزرگترین و پرطرفدارترین ورزش دنیاست. زنان، مردان، همه طرفدار این ورزش هستند. عده زیادی نگاه میکنن مسابقات رو و این اتفاق واقعا مایه شرمساریه. هیچ رایزنی صورت نگرفته. برای مثال با لیگ دست اول انگلستان یا بقیه لیگ‌های مهم اروپا و چند تا باشگاه دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که میخوان به تنهایی این کار رو بکنن و خودشون تنهایی تصمیم گرفتن. قبل از اینکه من به اینجا دعوت بشم داشتم دنبال بیانیه میگشتم از کسانی که راه اندازی کردن این سوپر لیگ رو، ببینم بیانیه دادن، توضیح ارائه دادن که چرا دارن این کار رو میکنن. توی روزنامه ها یا در فضای آنلاین هیچی پیدا نکردم. تنها چیزی که پیدا کردم این بوده که 5 میلیارد پوند یا یورو پول براش جلب شده. واقعا سوال اینجاست که این پول به کجا میره؟ در طول همه‌گیری کرونا همه دنیا به خاطر همه‌گیری آسیب دیده، رنج دیده و الان وقت اینه که خانواده فوتبال دور هم جمع بشن، در کنار هم بیستن و کمک بکنن به باشگاه‌های کوچکتر، به لیگ‌های محلی. آرزوی خیلی از پسرها و دخترهاست که بازی بکنن و در این مسابقات باشن و مسابقات رو ببینن. ما خیلی‌ها نتونستن عزیزانش رو در تمام این مدت‌ها ببینن به خاطر این قواعد، ولی 22 بازیکن اجازه پیدا میکنن که بیان با هم بازی بکنن. و بنابراین در جواب سوال شما، به نظر من واقعا یک تودهنی بوده برای تمام طرفداران فوتبال و واقعا مایه شرمساری و ناراحتیه. آقای امروز، اگر این بازیکنان تحریم بشن از طرف یوفا و فیفا، به معنای واقعی میشه گفتش که آیا واقعا این به معنای خداحافظی از تورنمنت هایی مثل جام جهانی در آینده خواهد بود؟ بیانیه های فیفا، پریمیر لیگ و جای دیگر دیدم، حتی پرنس ویلیام هم که رئیس قدیمترین سازمان نظام بر ورزش فوتبال هست که 150 خورده سال پیش تأسیس شده، یک بیانیه ای داد و گفت که ما باید از جامعه فوتبالی محافظت بکنیم. من هم میخوام همین رو تکرار بکنم، همین چیزی رو که پرنس ویلیام گفته تایید میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم همچنین گفته که این اتفاق خوبی برای فوتبال و برای جامعه فوتبالی نیست. حالا سوال اینجاست که دیدم بیانیه های داده شده که فیفا منع میکنه بازیکنان که در سوپر لیگ مشارکت بکنن و طبیعتاً امشب احتمالاً شاید بدونید که یک اعتراضاتی میخواد انجام بگیره، یک بازیم همین ساعت 7:30 عصر در انگلستان برگزار میشه و طرفداران هر دو تیمی که توی مسابقه شرکت دارن میخوان دوره هم جمع بشن، به هم بپیوندن و اعتراض بکنن به تصمیم گرفته شده در رابطه با سوپر لیگ و ابراز بکنن ناراحتی که در همه دنیا وجود داره. بازیکنانی که قرارداد دارن و باید برای این باشگاه بازیکنان رو هم باید بهشون فکر کرد. اگر فیفا تمام این سازمان ها میگن که میخوان کاری بکنن، معنیش اینه که میتونه روزهای تاریکی برای فوتبال در آینده در پیش روی ما باشه. ممنونم از شما میکی امبروز، بازیکن پیشین تیم چلسی از لندن.